سلام، من معاذ رسولی هستم و با یه آموزش دیگه از آموزش بازسازی زیبایی ریتی در خدمتتونم. تو این ویدیو میخوایم کاری کنیم که دوربینمون به دنبال سفینه به آرامی حرکت کنه، یعنی میخوایم کمر دمپینگ رو به شما آموزش بدم و همینطور میخوام کاری کنم که سفینه توانایی تیر پرتاب کردن داشته باشه، یعنی میخوام یه اسکیت درست کنم برای شوت یا فایر تیر و همینطور میخوام تیرامو تبدیل کنم به پریفب و در مورد ساخت پریفب هم تو این ویدیویی که الان کشیم بارز توضیح دادم، میتونید برید تماشا کنید. پس حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید تا این آموزش ها رو ببینید و اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب کردید روی آیکون بزنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و روی دکمه زنگولم بزنید که از ویدیوی بعدی ما باخبر بشید و لایک و کامنت هم فراموش نشید. راستی به سایت گیم نو پلی سر زدید؟ اگه سر نزدید حتما سر بزنید، چون پر از بازی های جالبه و نیازی هم به دانلود نداره و منم خودم برای ساخت بازیام از این سایت ایده گرفتم. و اگر هم کاری بلد هستید در زمینه صنعت گیم مثل کانسپت دیزاین، بیزینس پلان، برنامه نویسی، کاراکتر دیزاین، ساخت ساوند افکت و خیلی کارهای دیگه، میتونید در گیمینگ استور ثبت نام کنید و با استفاده از ابزارهای این سایت خودتون تبلیغ کنید، جذب مشتری کنید و کسب درآمد کنید. خب با تشکر از پدرم بریم که شروع. خب اول از همه میخوام یه چیز دیگه راجع به ریجید بادی بگم و یکی از ایرادهای بازی رو هم با هم دیگه ببینیم. یه بار بازی رو پلی میکنم و همونطور که میبینید اگر من با این سفینه‌ام به سمت جلو حرکت کنم، وقتی دکمه رو ول میکنم با همین سرعتی داره به این سمت حرکت میکنه و هیچ وقت هم وای نمیشه. همونطور که میبینید اصلا سرعتش کم نمیشه، وایم نمیشه، همونجوری با همون سرعتی که من دکمه رو نگه داشتم حرکت میکنه و هیچ وقت هم وای نمیشه. ولی همونطور که میدونید سفینه ها داخل فضا بالاخره یک وزنی دارن که باعث میشه بعد از یه مدتی سرعتشون کم بشه. برای همین ما میایم داخل ریجید بادی و این قسمت لینیر درگش رو میذارم روی نیم. ما قبلا انگل درگش رو گذاشتیم روی 500 که سرعت چرخشش کم بشه، حالا لینیر درگش رو میذارم روی نیم که سرعت حرکتش هم بعد از یه زمانی کم و کمتر کنه. همونطور که میبینید وقتی من دکمه رو ول میکنم بعد از زمانی هی سرعتش کم و کمتر میشه تا به طور کامل وای میسه. پس این ایراد سفینمون هم درست کردیم و الان یه خورده بازیمون به واقعیت نزدیک تر شد. حالا برای اینکه کامرامو به دنبال سفینمون برکت در بیاد یه دونه اسکریپت درست میکنم و اسمشون رو میذارم کامرا فالو. و همین مین کامرا رو سلیکت میکنم که بره دنبالش. ولی این دفعه میخواییم با این کدی کاری کنیم که کامرامون به صورت آروم به دنبال سفینه‌مون بره و مثل سری آموزش قبلی خیلی خشک و سریع به دنبال پلیر نره. به اینا که نیازی نداریم، اینا رو پاک میکنم. یه چند تا فیلد اینجا میخواییم. اول از همه یه دونه پرایوت میخواییم از نوع ترانسفورم و اسمش هم هست آندرلاین تارگت پوز، یعنی اون هدفی که میخواد بره دنبالش، ترانسفورم اون هدفی که میخواد بره دنبالش. و بعد دو تا فیلد دیگه هم میخوایم که باید پرایوت باشن و برای اینکه داخل اسکریپت رو دیده بشم از سریالایز فیلد میزنم و فلوت هم هستن و اسم این آندرلاین اسموث تایم هست که مساویش میکنم با یک و یه پرایوت سریالایز فیلد دیگه که اون وکتور 3 و اسمش هم آندرلاین ولوسیتی و مساویش میکنم با یه وکتور 3 0، یعنی وکتور 3.0. خب این ولاسیتی رو الان بهتون توضیح میدم که برای چی این ولاسیتی رو اینجا نوشتیم. پرایوت متد استارتم رو پرایوت میکنم و تارگت پوزم رو داخل استارت میگیرم. تارگت پوزم یه ترانسفورمه و ترانسفورمم مربوط به آبجکت. برای همین می‌نویسم گیم آبجکت دات فایند کن، یعنی پیدا کن چه گیم آبجکتی، و بعد اسم گیم آبجکت رو داخل ورودی متد فایند بنویسیم. اسم آبجکتم رو کپی میکنم اینجا پیست میکنم و ما چون ترانسفورم میخوایم میزنم دات ترانسفورم، برای همین میره آبجکت شیپ رو پیدا میکنه و قسمت ترانسفورمش رو میاره و میریزه داخل این فیلد ترانسفورم آندرلاین تارگت پوز. خب چون کامرا فالوی ما ربط به فیزیک داره، من از متد آپدیت استفاده نمیکنم، از متد فیکس آپدیت استفاده میکنم و داخلش باید ترانسفورم دات پوزیشن کامرامون رو یک کار کنیم که حرکت کنه و بره دنبال تارگتش. مساویش میکنم با وکتور 3.smoothdump. smoothdump یک متدیه که باعث میشه که با یه حرکت آرومی به سمت تارگتش حرکت بکنه. پس از این متد استفاده میکنم و ورودی هاشم چند تا ورودی، اول پوزیشن خود کامرا رو میخواد که همین پوزیشن، یعنی ترانسفورم دات پوزیشن، بعد پوزیشن
تارگتش رو میخواد که فعلا خالی میذارم، بعد رف یه وکتور تری میخواد که وکتور تری ما ولاسیتی بود، و بعدم یه دونه فلوت میخواد که تایمی که بره دنبالش رو بهش بدیم. حالا برای پوزیشن تارگتش هم یه دونه متد درست میکنم با خروجی وکتور 3 و اسمش هم میذارم get target position، که داخل این متد ما میتونیم پوزیشن تارگتمون رو بگیریم و این متد رو میذارم داخل اون جای خالی. و داخل این متد بعد تارگت پوزیشنمون رو بسازیم، یه دونه وکتور 3 میسازم و اسمش رو میذارم target position و مساویش میکنم با new وکتور 3 و داخل پرانتز باید مقدارها رو بهش بدیم. مقدار اول یعنی xش همون هست targetPosition.Position.X، ایگرگش هم همینطور دوباره targetPose.Position.Y، ولی قسمت زدش دیگه باید خود دوربین باشه، برای میذارم transform.position.z که دیگه زد این ترانسفورم که داریم دنبالش خود دوربین باید باشه که زد دوربینمون تغییر پیدا نکنه. و همین تارگت پوزیشنمون رو ریترن میکنیم، چون خروجی داره باید وکتور 3 ریترن کنیم، و همین تارگت پوزیشنمون چون وکتور 3 ریترن میکنیم که میره داخل اون متد و اندازش رو بهش میده. حالا اینجا اندازه ها رو زده و این وکتور 3 ولاسیتی رو این پایینه. اگر دقت کنید به اون ولاسیتی که اونجا داریم، وقتی من با سفینه حرکت میکنم اون ولاسیتی ما تغییر میکنه، و البته الان دوربین هم داره حرکت میکنه و کدمون داره درست کار میکنه. ولاسیتی ما هر لحظه داره تغییر میکنه، در صورتی که ما توی کد اصلا بهش هیچ ستی نکردیم، یعنی هیچ جایی نگفتیم که ولاسیتیمون رو تغییر بده. و الان راجع به این بهتون توضیح میدم. اول همونطور که ببینید وقتی ما اسموس تایممون رو کم میکنیم، دوربین با سرعت بیشتری میاد به دنبال سفینه، ولی وقتی که اسموس تایممون رو زیاد میکنیم، دوربین با سرعت کمتری میاد به دنبال سفینمون. پس میتونید اندازه رو تغییر بدید و طوری که دوست دارید بذارید و طوری که دوست دارید این رو بذارید که دوربینتون به دنبال سفینتون بیاد، و اندازه منم که همون یک خوبه. حالا میرم داخل کد و همونطور که میبینید ما این ولاسیتی رو هیچ جا ست نکردیم، فقط داخل متد اسموس تایممون یه بار رفرش رو گرفتیم و رف مخفف رفرنس هست. وقتی ما میبینیم رف یعنی بای رفرنس، یعنی ولاسیتی رو بای رفرنس بده به این متد. ما یه دونه بای رفرنس داریم و یه دونه بای ولیو. وقتی بای ولیو میدیم فقط مقدار این ولاسیتی رو میده به متد و دیگه با خود ولاسیتی کاری نداره، ولی وقتی بای رفرنس میزنیم یعنی خود ولاسیتی یعنی آدرس این متغیر رو میده به این متد، و اون متد هر تغییری به این متغیر بده توی این متغیر ثبت میشه و همینجا عوض میشه. و البته ما این و اوت هم داریم که توی این سطح من توضیح نمیدم، ولی بدونید که این صدا نوع رو ما داریم. خب امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. من خواستم یادآوری کنم که روی این آیکون بزنید کانال ما رو سابسکرایب کنید، روی دکمه زنگولم بزنید که از ویدیو بعدی ما هم باخبر بشید، و لایک و کامنت هم فراموش نشه. خب بریم برای ادامه ویدیو. خب پس رف هم اینجا فهمیدیم، پس رف باعث میشه که کل متغیر رو به اون متد بده و متد بتونه که اون متغیر رو تغییر بده. حالا میام داخل کد شیپم و اینجا میخوام براش کاری کنم که توانایی تیر پرتاب کردن داشته باشه. برای همین ما گیم آبجکت تیر رو میخوایم و باید پرایوت باشه، پس سریال آت فیلد میکنم که از داخل این اینسپکتور بتونیم بهش اساین کنیم و نوعش هم که گیم آبجکته و اسمش هم میذارم آن دی لاین میسل پریفاب، یعنی پریفاب میسلمون. میسل به معنای همون تیر هست، یا میتونیم حتی اسمش رو بولت پریفاب هم بذاریم، بولت هم به معنای تیر هست. حالا من همون میسل گذاشتم و الان میایم داخل متد اینپوت پلیرمون و اینجا میخوایم بگیم که یعنی یه بولین میسازیم برای فایرش و مساویش میکنیم با دکمه‌ای به عنوان مثال اسپیس اینپوت دات گت کی دکمه کی کد دات اسپیس. حالا من گذاشتم روی دکمه اسپیس، شما میتونید هر دکمه که دوست دارید بذارید، دیگه براش یا هم نمیذارم، همین اسپیس براش بسته. یه ایف براش میذارم و میگم که اگر فایرم ترو بود، یعنی اگر دکمه اسپیس رو فشار داده بودم، یه متد براش میذارم که این متد رو بخونه پرایوت وید اسپاون میسل. اسپون به معنای تخمریزی یا تولید تخمه و داخل بازی ما میتونیم به عنوان تولید موشک ازش استفاده کنیم، و میسل هم به معنای موشک یا همون تیر. یه دونه گیم آبجکت درست میکنم و اسمش رو میذارم میسل کلون. این یه کلون از میسل اصلی ماست
و مساویش میکنم با اینستنشیت. اینستنشیت یه متدیه که باعث میشه هر گیم ابجکتی رو بهش میدی یه دونه داخل صفحه ازش بسازه. اینستنشیت کنه چه چیزی رو؟ همون ابجکتی که اون بالا داشتیم، یعنی آندرلاین میسل پریفر و حالا پوزیشن و روتیشنی که داخلش اینستنشیت کنن هم میخواد که من اینجا ترانسفورم، یه دونه ترانسفورم اینجا بگیرم که بتونیم ازش پوزیشن روتیشن رو بگیریم. سریالایز فیلد میکنم، پرایوتش میکنم و از نوع ترانسفورم و اسمش هم از نوع ترانسفورم و اسمش هم آندرلاین اسپون اریا. و اسپون هم که به معنی تخمریزی و اریا هم به معنی منطقه، میشه گفت منطقه تخمریزی یا همون تو بازی ما منطقه تولید موشک. و اسپون اریا رو اینجا استفاده میکنیم، اسپون اریا دات پوزیشنش و اسپون اریا دات روتیشنش، یعنی آبجکت میسل پریفب رو در پوزیشن این که اسپون اریا هست و در روتیشن این که بازم اسپون اریا هست به وجود بیار. و چون دوتاشون یکیه من میتونم این رو پاک کنم و هم بزنم اسپون اریا و اسپون اریا خودشون ترانسفورمه، خود متد میره پوزیشن و روتیشن رو به طور خودکار میگیره. خب حالا بعد یه کار کنیم که بعد از چند ثانیه دیستروی بشه، چون اگه این کار رو نکنیم هی این تیرها زیاد و زیادتر میشن و ممکنه بازی گیر کنه، انقدر تیر تولید بشه که دیگه یونیتی کرش کنه. برای همین از متد دیستروی استفاده میکنیم. چه چیزی رو دیستروی کنه؟ میسل کلونمون رو. چند ثانیه یه دونه ویرکول میزنید و هر چند ثانیه که میخواید میزنید. من یک ثانیه زدم که بعد از یک ثانیه میسل کلونم رو دیلیت کنه، یعنی همون دیستروی کنه. حالا یه متد میذارم برای پرتاب کردن این تیر، یعنی فایر، و از همین میسل کلون باید استفاده کنیم. و چون میسل کلون فقط داخل منطقه اون متده، بعد اینجا ورودی همون میسل کلون رو بگیریم. برای من داخل فایر هم یه ورودی میگیرم که حالا اسمش هم هرچی میتونیم بذاریم، اسمش هم میذارم میسل کلون. و الان دیگه البته میسل کلون رو این بالا اشتباه نوشتم، یه آی کم گذاشتم اینجا، همینطور اینجا هم یه آی کمه. خب پس این میسل کلون میشه همین میسل کلونی که اینجا داریم و اینجا باید متد فایرمون رو صدا بزنیم با ورودیش. ورودیش هم میسل کلونمون رو میدیم که میسل کلونی که اینجا هست داخل اون متد هم بشه ازش استفاده کرد. خب حالا میسل کلونمون رو باید کار کنیم که به سمت جلو حرکت کنه. پس بعد از ریجید بادیش استفاده کنیم. گت کامپوننت میکنم و قسمت ریجید بادی دو بودیش رو برمیدارم، یعنی هم کامپوننت ریجید بادی دو بودیش رو برمیدارم. و الان ریجید بادیش رو گرفتیم، خیلی راحت میتونیم اد فورس کنیم. اد فورس میکنم پنتز از پنتز بسته به چه سمتی؟ به سمت transform.up. transform.up داخل بازی دو بودی به معنای همون فوروارد میشه، فوروارد هم که به معنای جلو. ضرب داره یه عددی، اون عدد سرعت میسلمون هم میخوایم. پس اینجا یه اینت دیگه میسازم، سریالز فیلد میکنم، پرایوت اینت آندرلاین میسل اسپید سرعت تیرمون. و اینجا میتونیم میسل اسپید رو بدیم که من به عنوان مثال میذارم روی عدد 600. باید عدد بزرگی باشه که وقتی نیرو بهش وارد میکنه تیر با سرعت زیادی حرکت کنه. همین میسل اسپید رو اینجا میدم و ضرب داره میسل اسپید میکنم. و این عوض این ترانسفورم که اینجا نمیشیم از همون اسپونریامون که داشتیم استفاده میکنیم دیگه. اینجا میزنم آندرلاین اسپونریا دات آپ، یعنی آپ به معنی هم فوروارد میشه، یعنی فوروارد اسپونریام، یعنی فوروارد پلیرم، به عنوان مثال میشه جلوی همون پلیرم، چون اسپونریا رو قرار به پلیرمون اساین بکنیم. و این متد اسپون میسل رو اینجا صدا میزنم که متد اسپون میسل یه دونه درست میکنه. بعد متد فایر رو صدا میزنم و بعد متد فایر اونی که ساختیم رو به سمت جلو حرکت میده. حالا داخل یونیتی بعد تیرمون رو بسازیم. الان اینجا دو تا گیم ابجکت میخوام، یه دونه تیرمون و یه دونه اون گیم ابجکتی که اسپونریا هست. از همین میسلم هم که اینجا اسپرایتش رو دارم میارم داخل هایراکی که ازش استفاده بکنم. و اینجا الان روی صفحه است، من اوردرین لایرش رو میذارم روی 4 که پشت پلیرم باشه و روی بک‌گراندم. و الان این چه چیزایی نیاز داره؟ یه دونه کلیدر نیاز داره، چون اگر قرار به چیزی برخورد کنه بعد کلیدر داشته باشه. پس برایش یه دونه اسفیر، پس اینجا یه دونه روی کپسول کلیدر میزنید، چون تیر من شبیه کپسوله، همین کپسول کلیدر رو استفاده میکنم. فقط یه خورده کلیدرش رو کوچیک میکنم، میذارم روی به عنوان مثال الان فکر کنم الان یه خورده اندازش بزرگ شد، یه خوردم لاغرش میکنم. خب الان اندازش تقریبا خوبه، همین اندازه رو میذارم. خب همین اندازه خوبه دیگه.
شما هم یه دونه کوریدر بذارید، اگه تیرتون دایره هست میتونید از سیرکل استفاده کنید یا هر شکل دیگه ای، و تگ هم بهش میدیم چون ممکنه بعدا بهش نیاز داشته باشیم. تگ میسل سیو میکنم و همین تگ میسل رو بهش میدم که تگ هم داشته باشه، و همونطور که داخل کد داشتیم برای ریجید بادی هم داشته باشه، برای همین ریجید بادی دو بادی رو بهش اساین میکنم و موو آپ رو که بزنید میره این بالا، چون من عادت دارم ریجید بادی این بالا باشه، موو آپ میکنم که بره بالا، و گرافیتی اسکیچ رو میزنم روی صفر که مثل پلیرمون روی زمین نیفته. پس الان دیگه روی زمین نمیفته و داینامیک هم هست. حالا ما اسپونریامون هم میخوایم که بتونه اون اسپونریا منطقه ای که این تیر ازش شلیک میشه. اول از همه باید میسلمون رو تبدیل کنیم به پریفاب. برای من یه فولدر درست مونم و اسمشو میذارم پریفابز، و خیلی راحت اگر میسل رو بیاریم اینجا خودش به طور خودکار تبدیل میشه به پریفاب. اصلا کار خیلی سختی نیست. فهمیدم که میبینید اینجا میسل به رنگ آبی در اومد. و پریفاب هم به معنای از پیش ساخته شده است. یعنی این از پیش ساخته شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا اگه ما پریفاب اصلی رو تغییر بدیم، هر چی داخل یونیت داخل هایراکی هم باشه تغییر میکنه، و اگر آبجکت هایی که داخل هایراکی هم رو تغییر بدیم، پریفاب اصلی هیچ تغییری نمیکنه، بلکه باید بیایم اینجا روی اپلای آل بزنیم تا اون موقع پریفاب اصلی تغییر بکنه، و ما هر چند تا از این پریفاب داشته باشیم یه تغییر کوچیکی بدیم اپلای کنیم، همشون با هم دیگه تغییر میکنن. خب این پریفاب هم رو به اون جای خالی اساین کردم و یه دونه آبجکت خالی میسازم، ترانسفورمش رو ریسیت میکنم که دقیقا بیاد نقطه صفر، و میخوام بذارم نقطه جلوی پلیرم که از اونجا تیرم شلیک بشه. اول یه دونه از این تیرم میارم داخل صحنه، دوتاشون رو ریسیت میکنم که بیان روی نقطه صفر، و میکشم بالا دوتاشون رو با هم که ببینیم از کجا به بعد دیگه تیرمون میره داخله. خب از اینجا الان خوبه، چون تیرمون وقتی این سنشیت بشه دیگه دیده نمیشه، چون باید تو باشه بعد از اینکه شلیک شد بیاد بیرون. اگه همون بیرون این سنشیت بشه یه خورده زشت میشه. خب اسم این آبجکت هم بذارم روی اسپونریا، و ایگرگش هم گذاشم روی دودهم که یه خورده بیاد جلو، و میکنمش جزو چایلد های شیپم که با شیپم حرکت کنه، و اساینش میکنم به همین اسپونریایی که داخل شیپمون داریم، و حالا بازی رو پلی میکنم که ببینیم چه اتفاقی میفته. الان وقتی من دکمه اسپیس رو بزنم، از تیرها هم توی میبینید داره اینستنشیت میکنه و به سمت جلو پرتاب میکنه، و هم توی میبینید از یه پوزیشن دیگه داره اینها رو اینستنشیت میکنه، از پوزیشن اسپونریا این کار رو نمیکنه، و دلیل اینو من فعلا نمیدونم، ولی فعلا ترانسفورم پریفاب رو ریسیت میکنم که بیاد روی این نقطه صفر، ببینیم چه اتفاقی میفته. و الان وقتی من شلیک میکنم هم توی میبینید داره درست اینستنشیت میشه، ولی چون روی حالت ایستریگر نیست کلیدرش، به پلیرم گیر میکنه. برای همین من میام این قسمت رو میذارم روی حالت ایستریگر، و همونطور که دیدید من وقتی دکمه نگه میدارم همینجوری پشت سر هم تیرها رو رها میکنه، و 100 تا 200 همینجوری پشت سر هم میاد. برای اینکه اتفاق نیفته میام این قسمت گت کی رو تبدیل میکنم به گت کی داون، یعنی هر وقت دکمه ما به سمت پایین رفت دیگه وقتی نگه داریم هیچ اتفاقی نمیفته، فقط یه دونه اینستنشیت میکنه و تمام. دیگه هر چقدر نگه داریم دیگه دوتا یا سه تا اینستنشیت نمیکنه، بعد ول کنیم و دوباره کلیک کنیم. و ایراد اینم که از یه پوزیشن دیگه اینستنشیت میشدن فکر کنم این بود که ما داخل متد اینستنشیتمون فقط اسپونریا نوشتیم و پوزیشن رو بهش ندادیم، و فکر کنم این اشتباه، حتما پوزیشن و روتیشن رو بهش بدید. منم اینجا به پوزیشن روتیشن رو بهش میدم، exponeria.position ویرگول exponeria.rotation. الان دیگه درست کار باید بکنه. خب الان این پریفابمون دیگه، من پوزیشن رو تغییر میدم که ببینیم بازم ایراد داره یا نه. خب وقتی من شلیک میکنم بله دیگه هیچ ایرادی نداره، با این که ترانسفورم پریفاب ما صفر نیست ولی دیگه درست کار میکنه. پس حتما داخل متد اینستنشییت اسپون ایریایی که دارید رو هم پوزیشنش رو بدید هم روتیشنش رو. خب برای آخرین بارم سینمون رو سیو میکنیم. خب امیدوارم ویدیو مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. در ویدیو بعدی این سری آموزش میخوایم کار کنیم که در صفحه بازیمون به طور خودکار سنگهای فضایی ایجاد بشه و سفینه ما بتونه با شلیک به اونها اونا رو از بین ببره، و این کار رو میخواییم با ساخت یک انیمیشن انجام بدیم، و میخواییم اولین انیمیشنم رو داخل بازی بسازیم. پس اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید روی این آیکون بزنید کانال ما رو سابسکرایب کنید، برای دکمه زنگولم بزنید که از ویدیوی بعدی ما باخبر بشید، و لایک و کامنت هم فراموش نشه. خدا نگهدار.